با درود خدمت بینندگان و شنوندگان از مردم تیوی، خوبین، خوشین، سلامتین. آقا اول برنامه بگیم این آلرژی داریم، ولمون نمیکنه دیگه، دماغمون کار نمیکنه. بعدم میایم جلو دوربین، انگار دوربین رو میبینه بدتر میشه، الان دیگه کمپلت کار نمیکنه. در صورت موقع انتخابات اومدیم میخوره بگیم بخندیم دوره همین. اولا یه چیزی بگم، از صبح تا حالا موقعی که رای گیری شروع شده، تمام کسایی که تو خارج کشورن، حالا به غیر از مجاهدین که اصلا حالا اونا رو کسی آدم حساب نمیکنه، یه عده پا شدن رفتن دم سفارت ها. بعد هر کی میخواد بره رأی بده، فوش خواهر و مادر و بچه و زن و اینا میرن به طرف. آقا اینایی که اینجا میرن رأی میدن کار درستی نمیکنن، و اون به کنار، چون طرف اینجا داره زندگی میکنه، نه گیری، نه سختی، نه جلوشو بگیرن، نه اذیتش کنن. بعد پا میشه میره به جمهوری اسلامی رأی میده که اگه سالی یه بار دو بار میره ایران کاریش نداشته باشن. اینا رو دارم الان میگم که بعدم به من فوش ندین. ولی اینایی که دنبال طرف راه میفتن، یارو حالا شورش انقدره، مشکل داره، گیره، میخواد بره بیاد، هر چی، شما اجازه ندارین فوش خار و مادر بدین به طرف. طرف تو صورتش داره نگاه میکنه، بهش میگه مادر فلان. آقا به شما چه، اون کارش خوب نیست، ولی چرا شما فوش اینجوری میدین؟ یه جور دیگه اعتراض خودتون رو نشون بدین. بعد میگن ما طرفدار شاهزاده رضا پهلویم. رضا پهلوی بارها سر اون دو نفر هستن مال رستاخیز سیمرغ چیه، سر اون چند بار اومد گفت آقا اینا با من نیستن، کسایی که فوش میدن طرفدارای من نیستن. کارش، کار اینا اصلا درست نبود. میگم اینایی که از خارج میرن رأی میدن آدمای رو راستی نیستن، کار خوبی هم نمیکنن، ولی نباید فوش داد، من اینو میگم. در صورت داشتیم میگشتیم ببینیم داستان چی میشه، یهو آقا انگار خیلی آخوندها کار خوب کردن، انگار موقع رأی گیری شده تمام این مردها از خاک زدن بیرون دارن میان رأی بدن. پیرزن 107 ساله، پیرمرد 117 ساله، پیرمرد 113 ساله، معلولی که دست و پا نداره، فقط یه کله است، اینجوری قل خورد اومد پرید رو میز، یه امضا کرد و رفت. اینا از کجا پیداشون شد؟ ایران این همه سن بالا داره؟ بابا ایران که شما انقدر جوونا رو اذیت میکنین و میکشین و هرس میدین، همه که دارن سکته میکنن. بعد یهو پیرمرد 118 ساله از کجا در اومد؟ رکورد ژاپن رو زدیم؟ نگاه کنین. اول بریم چیزو ببینیم. آقا اول اینو بهتون نشون بدم، اینا میشناسینش دیگه. من پرسپولیسیم. این بابا حبیب کاشانی مدیر عامل پرسپولیس بود. به عنوان پرسپولیسی دوستش دارم و خیلی کار کرده، ولی چیز دیگه خوشم نمیاد ازشون، با آخونداست دیگه. بعد داشت از باقر قالیباف میگفت آقا این قبلا اینجاش جای مهر بود بزرگ، اگه تون باشه فیلماش و عکساش هم در اومده بود که میگفت انگار دینامیت گذاشته رو سوره، الان رفته عوض کرده، آرم بنز گذاشته. برای همین خوش آمد براتون گذاشتم، صدا هم داره میره دیگه. ایشون من عرض کردم مشاور سرگردان ایشون بودن. شما اینجا رو نگاه کن، نگاه قشنگ آرم بنزه، این لامستوا دیگه رو پوستشون هم بنز تتو میکنه. واقعا نسبت به خانواده سرگردان خانم میاد جلو چیز کنه. نه ولش کن، تبلیغ میشه برای این بابا. حالا در صورت بریم سراغ این جماعتی که بهتون گفتم. این مادر 107 سالشه، بند خدا رو معلوم نیست از کجا برش داشتن، چه قولی بهش دادن. مثل احمدی نژاد بود، بازم عذرخواهی میکنم به خاطر صدام، احمدی نژاد بود به جمشید مشایخی زنگ زده بود، گفته بودن با رئیس مشایخ گفته بودن آقا پاشو بیا اینجا، جمشید مشایخی و عزت الله انتظامی، روز رأی گیری هم بود، پاشو بیا اینجا اون قولی که به داده بودیم و انجام بدیم، مثل اینکه میخواسته یه جا باز کنه برای تئاتر و این چیزا. این بند خدا هم پا میشه، ببخشید انتظامی بود، اینم پا میشه میره، میبینه هرچی میشینه هی باهاش عکس میگیرن این بر اون، میگه آقا چی شد؟ میگه حالا انجام میده، نگو همش تبلیغاتی بوده. حالا این بند خدا هم همین، معلومه چه قولی بهش دادن، این بیچاره رو کشوندن اینجا. بعد هم این 107 سال نیست، مگه ما ژاپنیم؟ تپ و توپ داره میاد، 107 118 120.
حالا من چند تاشو بیشتر چیز یادم رفت یعنی بریزم، گمشون کردم، همه رو سیف کرده بودم. این یکیشه، اینم یکیشه، اینو نگاه کنین اصلا شما. اینو زده پیرمرد 118 ساله در سیستان و بلوچستان اومده رأی بده. این 118 سالشه. بعدم اصلا باشه شما این بابا اومده رأی بده با این سن، این باید شما صندوق براش بیاریم بالا، نه این دلاشه بره پایین که. آره این بود. یکی دیگه هم آها این، آها این خوراکه شما ببین. اولین سوتی، یعنی همه اینا هماهنگ شده بود. این قل که خورد قشنگ دستش رسید به میز، درسته؟ اصلا نمیشه که شما قل بخوری یا شاید اصلا میز رد شی، شاید بری زیر میز، درسته؟ قشنگ اومد، یعنی از قبل برنامه‌ریزی کرده بودن که دوربینو زدیم یه شوتش میکنن این میاد رأی میده. حتی اینا بدبختن دیگه، شما حساب کن که کار نداره که. بعدم کشور ما مثل کشورهای پیشرفته و دموکراسی و این چیزا که نیست که میان بگن بابا طرف معلول راه نمیتونه بره، اینا کمک مالی بکنیم. اینم بیچاره مثلا یه قولی بهش داده جلیلی قالیبافی کسی که بیا این کارا رو بکن، ما مثلا یه خونه برات میگیریم، یه مسکن مهری بهت میگیریم، اونم نمیدن. حالا بار اول دیدم فکر کردم این خوابیده، حواسم پاش نبود، فکر کردم اینجوری میخوابن و بغل مثلا تخمش کنن. آره بنده خدا اینا رو آدم میبینه. یه پیرزن دیگه هم هست، این پیرزن شما ببین، ایناش، این هم اومده بازه، اینو من ببنه این محله اینا. این بیچاره با نوه و نتیجه و پسر و اینا پاشده اومده، همش هم نگاه کنی سنای بالا، هم هم رفتن تو این روستاها که آدم های مومنه تو شهرهای درست ها بکی برن، کسی که نمیره رأی بده که، میره سراغ اینجور آدم ها که سنا که میره بالا همه مؤمن میشن دیگه، ترس اون دنیا و مرگ و این چیزا. یارو مثلا تا 70 سالگی عرق میخورد، از 71 سالگی شروع میکنه سلام بر محمد، سلام بر آقا، تو که عرق میخوردی، فکر اون دنیاشون. این بدبختم صدا رو، این بدبخت داره، این بدبختم داستانش اینه دیگه. در صورت خواستیم یه خورده با اینا شوخی کنیم و این انتخابات مسخره اینا رو هم با هم ببینیم. من فکر نکنم کسی بره رأی بده. هر سال تمام، هر سال میگم، هر چهار سال تمام اینستاگرام و کانال ها و اینا میشد رأی گیری. الان از زمان رئیسی، آخرین بار که رئیسی بود شرکت نکردن مردم، تا الان دیگه نشون نمیدن. آخریش هم کنسرت مدونا بود، گذاشته بودن قاطی جمعیت رئیسی، چون یه کسی نمیره رأی بده. حالا این دفعه اصلاح طلب هم اومدن تبلیغ کردن، ظریف اومد، خاتمی اومد، ببینیم چی میشه. امیدوارم برای مردم داخل ایران هرچی باشه خوب باشه. بازم میگم به ماهایی که این بریم هیچ ربطی نداره، نه دخالت کنیم، نه رهبر برای خودمون انتخاب کنیم، هرچی از خود مردم تو ایران میدونن. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.